بیانیه مشترک دولت‌های انگلستان و فرانسه در مورد تحریم‌های جدید و شدید علیه رژیم ایران. خبرگزاری فرانسه، پاریس. دولت انگلستان و دولت فرانسه روز چهارشنبه طی بیانیه مشترک اعلام کردند در صورتی که رژیم تهران در ارتباط با برنامه اتمی خود همکاری نکند، این دو کشور به اعمال تحریم‌های جدید و شدید بین‌المللی علیه رژیم ایران فراخوان می‌دهند. این فراخوان بعد از این اعلام شد که رژیم ایران با وجود انتشار گزارش جدید سازمان ملل متحد گفت یک ذره کوتاه نخواهد آمد. از این پیشتر آلن جوپه وزیر خارجه فرانسه خواستار اجلاس شورای امنیت درباره گزارش جدید آژانس راجع به ابعاد نظامی اتمی رژیم ایران شد و وزیر خارجه انگلستان نیز در مجلس این کشور بر ضرورت مقابله با تلاش رژیم ایران برای دستیابی به سلاح اتمی تأکید کرد. بیانیه وزیر خارجه کانادا و موضع‌گیری وزارت خارجه آمریکا درباره گزارش آژانس و تهدید رژیم ایران برای صلح در منطقه و جهان. وزیر خارجه کانادا جان برد با صدور بیانیه‌ای در رابطه با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران اعلام کرد رژیم ایران تهدیدی برای صلح جهان و منطقه است. رژیم ایران به طور منظم تعهدات بین‌المللی را نادیده می‌گیرد. این رژیم فعالیت‌های اتمی را مخفی می‌کند و تلاش‌های بین‌المللی برای تایید ادعاهای کشور را سد می‌کند. آنها در حالی به این کار دست می‌زنند که به عدم تحمل اعتقادات مذهبی ادامه می‌دهند، حقوق شهروندان را نقض می‌کنند و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف می‌کنند. رژیم ایران تهدید قابل توجهی برای صلح جهانی و منطقه‌ای است. کانادا به کار با همپیمانان خود برای اقدام لازم که رژیم ایران برنامه اتمی را رها کند ادامه می‌دهد. ما سایرین را تشویق می‌کنیم به این تلاش بپیوندند.